سلام دوستان، وقتتون بخیر. کریمی هستم و با یه ویدیو دیگه در خدمتتونم. مقاله مربوط به مسجد تاریخانه دامغان رو توی وبسایت منتشر کردیم و مبنا بر این بود که مقاله‌ای که منتشر میشه ویدیوشو خیلی سریع آماده کنیم. خب این مسجد بعد از مسجد جامع فهرج که قبلا ویدیوشو آپلود کردیم و مسجد جامع ناین قدیمی ترین مسجد ایران محسوب میشه. ساخت بنا متعلق به قرن دوم هجری، بیشتر از 1200 سال قبل. البته اصل ساختمون در دوران ساسانیان کار شده بوده، آتشکده بوده و بعد از اینکه عرب به ایران حمله میکنن تبدیل به مسجد میشه. تاریخانه در معنای لغوی به معنای خانه خداست. خب مشخصا تاریخانه دامغان توی شهر دامغانه، یه شهری در استان سمنان، یه شهر کاملا باستانی، 350 کیلومتر با تهران فاصله داره و از کهن‌ترین شهرهای پارتی محسوب میشه و به عبارتی اولین پایتخت شاهنشاهی اشکانیان هم بوده. البته اون موقع اسمش صد دروازه بوده. طبق شواهد باستانشناسی آنچنان باروهای قطوری این شهر داشته که دوتا درشکه کنار همدیگه میتونستن روی این دیوار عبور کنن. و باز در تایید قدمت و کهن بودن این شهر، همونقدر میتونیم بگیم که حتی در گویش دامغانی از کلمات پارسی قدیم و زبان پهلوی هنوز داره استفاده میشه. خب بریم سراغ بنای مسجد تاریخانه دامغان. این بنا با شماره 80 به ثبت آثار ملی ایران رسیده. طرح کلی مسجد توی زمینی به ابعاد 70 در 62 متر اجرا شده. پلان مسجد مستطیلی، تک شبستانی و با یه حیاط مرکزی و رواقی در اطرافشه. شبستان مسجد 7 تا دهانه داره. عرض و طول شبستان 26 متر در 14 متره. 18 تا طاق خانپوش داره و 10 تا ستون مربع آجری. توی قسمت شمالی ورودی خانوم ها بوده و در قسمت جنوبی ورودی آقایون. راهرو و مناره مسجد قدیمی ترین قسمت های بنا هستن. مناره مسجد 105 تا پله داره و ارتفاعش از کف 32 متره. دو تا کتیبه آجری روی مناره کار شده که یکی در ارتفاع 10 متریه و شامل 35 تا سوره است و یکی در ارتفاع 29 متری. توی بخش جنوبی مسجد ستون‌ها دو به دو روبروی هم قرار گرفتن و متصلن به دیوار جنوبی و بین هر کدومشون هم ستون‌های تاخچه‌ای کار شده. یه سری‌ها به اشتباه طاق‌های این مسجد رو رومی میدونن که حتی جز طاق‌های مکسر هم محسوب نمیشه و طاق‌ها کاملاً ایرانیه که در اکثر بناهای زمان خلافت بنی عباس توی ایران و اطراف ایران دیده میشه. مسجد در مجموع 34 تا ستون داره که الان فقط 26 تاش باقی مونده. 18 تاش توی شبستان اصلیه و الباقی اطراف حیات کار شده. به خاطر همین تعداد زیاد بودن ستون هم یه سریا به این بنا بنای 40 ستون میگن. البته توی کل معماری ایران خیلی بناها رو به اسم 40 ستون یاد میکنن، اما در واقع 40 ستون حتما اینجوری نیست که 40 عدد ستون داشته باشه. بناهایی که تعداد زیادی ستون داشته رو 40 ستون میگفتن. ستون ها با آجرهایی با ابعاد 34 در 34 در 7 سانت کار شده که کاملا این خشتای بزرگ یک نشونه ای از معماری ساسانی هستش. باز از چیزهای دیگه ای که قوت میده در واقع نشانه های معماری ساسانی رو تو این بنا اینه که مثل اکثر بناهای اون دوره ساختمون پی نداره و دیوارا و ستونا روی یک لایه آجر که از قطر گذاشته شده کار شده و این خودش نشونی از اینه که این بنا بسیار بسیار متأثر از معماری ساسانی بوده. این کلیاتی که راجب این مسجد میشد گفت، اما مقاله کامل رو من لینکشو تو قسمت دیسکریپشن براتون میذارم. اونجا به تفصیل توضیح داده شده همه چیز و لینک ویدئوی مربوط به مسجد جامع فهرج رو که در واقع اون قدیمی ترین مسجد ایران هستش رو هم توی قسمت دیسکریپشن براتون میذارم. امیدوارم این ویدئو براتون مفید واقع شده باشه. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدارتون.